خب از ابتدا یک نشستی بودش بسیار عجولانه، بدون برنامه‌ریزی قبلی. اینکه خب همه افکار عمومی دنیا شاهد این بودن که سفری که آقای پومپئو داشتش به اون 8 کشور، خب اول دنبال این بود که یک اجلاسی در سطح سران باشه علیه ایران. این اتفاق نیفتاد، قدم به قدم عقب نشینی کردن. در سطح سران که انجام نشد، حتی الان در سطح وزرای خارجه هم در اون حدی که اونها انتظار داشتن، به ویژه از کشورهای بسیار صاحب نظر و کشور معتبر، شرکت نکردن. در ارتباط با ایران که بسیار مخالفت شد و اسمشو عوض کردن به عنوان یک موضوعات صلح و ثبات در منطقه، که خب عملا نشون داده میشه که اون کشورهایی که رفتن قاعدتا نمیتونن که در یک اجلاسی در رابطه با مسائل بسیار پیچیده‌ای که در منطقه هستش، اینا بتونن در یک جلسه بسیار کوتاه راه حل پیدا بکنن. ضمن اینکه خودشون هم میدونستن که به هیچ توافقی نمیرسن، اعلام کردن که ما بیانیه پایانی که اجماع کشورهای شرکت کننده باشه نخواهیم داشت. میزبان یک بیانیه میده، میزبانم در حقیقت لهستان کاری نیستش، یه بیانیه‌ای هستش که آمریکا می‌نویسه میده. خب این همون حرفایی هستش که آمریکایی‌ها همیشه راجع به منطقه و راجع به ایران زدن و خریداری هم نداشته. به نظر من این بیشتر یک شو تبلیغاتی هستش. قطعاً این شو تبلیغاتی هیچ اعتبار سیاسی در عرصه بین‌الملل نخواهد داشت. از طرف دیگه هدف گذاری که دارن میکنن، میخوان حتی خود بین اتحادیه اروپا، بین برخی از کشورهای اتحادیه اروپا یه شکافی به وجود بیارن. و عملاً ما خیلی حسابی برای این اجلاس ورشو باز نکردیم و خیلی هم جدی نمیدونیم. خوشبختانه در کنار این، خود ما داریم در منطقه کارهای اساسی انجام میدیم. فردا صبح آقای رئیس جمهور سفری خواهند داشت به روسیه و اونجا هم ملاقات‌های دو جانبه‌ای با آقای اردوغان دارن، هم با آقای پوتین دارن، هم در اجلاس سه جانبه قرار هستش که مسائل سوریه رو با جد بررسی بکنیم. ما فکر می‌کنیم که این کشورهایی که در منطقه هستن برای منطقه دل می‌سوزونن و سیاست ما که سیاست صلح و ثبات و آرامش در منطقه هستش، قطعاً ما بهتر میتونیم که کارهامون رو پیش ببریم. بذار فکر میکنیم آنچه که روند آستانه انجام داده و این سه جلسه‌ای که در گذشته سران سه کشور داشتن، تأثیراتش برای هم مبارزه با داعش و هم برای امنیت منطقه و هم سوریه به مراتب بیشتر بوده. بذار ما میخوایم تو عمل نشون بدیم که اگه قرار هستش که در منطقه کار اساسی بشه، بدون کشورهای تأثیرگذار و بازیگران اصلی منطقه، کشورهای دیگه نمیتونن از دور برای منطقه نسخه بپیچن.